شما کتابی منتشر کردید به نام یاسو و داس و این کتاب خیلی واکنش زیادی داشت و به حال ارزش هایی که خودتون بهش اعتقاد داشتین رو در واقع ترد کرده بودین منتقد شده بودید بهش و بسیار آدم هایی که براشون بعضیشون به اسطوره در بین لاقل قشری از جامعه ایران تبدیل شده بودن شما اونها رو با الفاظی به توصیف کردین که به خیلی ها برخورد و قصدتون چی بود؟ چی میخواید بگیم که این کتاب نوشتی؟ ببینیم من نه هنگام نوشتن این کتاب زمانی که در ایران بودم به تدریج البته یک نظر پیدا کرده بودم نظر که نمیشه بگی یک برداشتی داشتم و اون برداشت این بود ما در صورت جامعه ما از این وضعیتی که داره رها میشه و به سوی وضعیت بهتری میره که ما همزمان با تحولات سیاسی اجتماعی اقتصادی ما یک تحول فرهنگی رو هم از سر بگذارم تحول فرهنگی به معنای نقد گذشته است همونطور که یعنی نقد سنت های ملی، فرهنگی و غیر و این نقد باید یک نقد همه جانبه و گسترده باشه و بیرحمانه باشه نقد باشه به مفهوم واقعی نقد و سریح باشه و روشن باشه و بیپرده باشه این نقد طبیعتا یکی از نوک حمله تیزش متوجه فرهنگ مسلط بر جامعه میشه که فرهنگ استبدادی جامعه هست که حکومت هم اون فرهنگ رو به اصطلاح تحمیل میکنه اما من فکر کرده بودم که این درست هست باید بشه یعنی مراد این نیست که این غلطه اما یک بخش مهمی از این نقد باید نقد روشنفکری ایران و نقد نظریات سیاسی چون متاسفانه در جامعه ما بلاد فقر فلسفی ما فلسفه سیاسی نداریم اما نقد نظریات سیاسی باشه و نقد منش سیاسیه سیاسی اپوزیسیون باشه یا اون کسانی که میگن ما اپوزیسیونیم چپ ریبرال ناسیونال غیره چون که اگر ما این کارو نکنیم و مدام مثلا دیگه هممون متوجه نقد حکومت بکنیم خب ما, چ... ما ما هم در واقع همون فرهنگ رو داریم ما همون فرهنگ رو داریم و بدون که نمیبینیمش و ما یه بارم تو انقلاب تجربه کردیم که چطور ممکنه یک ف... حکومتی سر به میشه حکومت دیگه بیاد اما بسا اون فرهنگ رو مسلط بکنه و اون منش سیاسی رو مسلط بکنه برام این ما شروع کرده بودم به نقد در واقع خودم چون که من دو دهه از دهه چهل به بعد هم در جریان سیاسی کشور بودم هم در جریان روشنفکری کشور بودم و طبیعتا وقتی من رو نقد میکنم نقد همه جریانات فکری و گرایشی رو میکنم که من تو اونا بودم که تقریبا خیلی هاشون بودم شما در خیلی موارد در مورد افراد شاید یه مقداری زیاده روی کردید شما مثلا من ب... شما در مورد بیژن جزنی شما ایشون رو مستبد عوام فریب بی سواد ضد فرهنگ می چون میگن درسته که اینطور یه آدمی این که ببینید اینکه چرا اسم افراد آورده میشه اصولا ما در ایران وقتی مقاله می نویسیم سعی می کنیم اسم کسی رو نیاریم معمولا هم یه سری لغت هست که آشنا هستیم بعضی ها اینطورن بعضی دیگر اینطورن گرایش اینطور این نوع نوشتن به نظر من مبهم گویی اصلا بخشی از اون فرهنگ ترسان استبدادیه ما باید اشخاص رو روشن و واضح اسم ببریم بعضی و ادعی و اینام هم نداری خب من در اون که کتاب یک بخشی رو در واقع در جواب یک سوالی بود که پرسیده بود که وضع زندان چطور بود من باید وضع زندان تشریح می‌کردم من معتقد بودم من زمان به دیکتاتوری پرولتاریا معتقد بودم چپ بودم و فکر می‌کردم که حکومت با دیکتاتوری پرولتاریا بشه دیکتاتوری پرولتاریا معنیش این است که یک حزب کمونیست هست فراکسیون هم نداریم و حزب کمونیست دیکتاتوری می‌کنه به نیابت از طرف طبقه کارگر یا به نیابت از تاریخ به نیابت از خوشبختی بشر یا حالا هر چیز دیگه. من میگم هر کسی که به دیکتاتوری پروتاریا معتقد باشه آدم مستبدی اه. و خب آقای جزنی خیلی بیش از من و صادقانه تر و شجاعانه تر به دیکتاتوری پروتاریا معتقد بود بعد ما تاختار زندان رو دیده بودیم در زندان تشکیلاتی که درست کرده بود آقای جزنی و خودش در رأسش بود تشکیلاتی بود که نه فقط من خیلی از بچه زندان دیگه هم نمی‌شدن مخالفین رو حتی پتو می‌دادن سرشون می‌زدن چون مخالفین فکری بود این فضا فضای دیکتاتوری و و بعد هم آثاری که آقای جزنی نوشته و تبدیل شده به کتاب‌های مقدسی که حتی نزدیکشم هم نمیشه رفت و من فکر کنم مارکس هم میشه نقد کرد خب، باش... شاید, شاید اینجا هم دارین یه خود اقراق میکنه آقای سرکویی اینجوری نیست یعنی در مورد آقای بیژن جزنی ممکن در قشر خیلی کمی از فدایان سابق اینطور باشه نه. مقدس باشه قشر کم نیست توجه بکنین که ولی برای شما اینو توجه بکن... تامین میدین برای نه. که بدون اولن... نه نه نه, اولا توجه بکنین که سازمان فدایان بزرگترین سازمان چپ ایران بود هم اکثریت و هم اقلیت هر دو جناحش جزنی براشون بزرگترین تورسیان چپ بود. گرایش اکثریت به تأیید حکومت جمهوری اسلامی بعد از انقلاب حاصل افکار جزنی است بلا تردید یعنی حالا نمیتونیم وارد تاریخ مفصل بشیم در یک رقابت تئوریکی که پیش آمد بین طرفداران مسعود احمدزاده و طرفداران جزنی یکی از اساس تری مسائل مسئله شوروی بود سوسیالیسم و غیره که کشید به اینجا اقلیت هم که اصلا جزنی چیزش بود بزرگترین تو بنابراین بزرگترین گرایش چپ که منم بهش تعلق داشتم من نمیتونستم بیام یه ماویست رو نقد کنم یا فلان من به جریان من صحوادار سازمان فدایا بودم طبیعتا افکار منم هم در همون جهت بود بنابراین من خود خودم خودمو نقد کنم حالا ماویستا یا دیگران هم برون خودشون رو نقد بکنن من به اون خوبی که نمیتونم اونارو رو نقد بکنم و بعد جزنی برای من نه فقط یک شخص است البته جزنی میدونید مبارز بزرگی بود قابل احترام بود شهید شد شجاع بود صادق بود غیر و غیر و. اما جزنی ما جزنی و خلیل ملکی باید با مقایسه کنیم یک نفری که میاد نواندیشی میاره خلیل ملکی و راه پیدا میکنه میتونه راهش درست غلط بشه نقد میکنه و سعی میکنه که به اصطلاح از اون جزمیات راه بشه و یک نفری که جزمیات رو تکرار میکنه و همون ساختار رو برقرار میکنه چرا جزنی برای من سوال اصلی این بود چرا خلیل ملکی در نسل من مطرود منزوی در حدی که در زندان وقتی میخواست بره مسترا مخالفین سیاسی تو صف وای که این نوبتش بهش نرسه و بشاشه تو خودش یه پیر مرد. چرا خلیل ملکی به چون این سرنوشت شد؟ این مشکل ماست نه مشکل جزانی نه مشکل خلیل ملکی این مشکل ما بود که ما چون که مذهبی در واقع ما چپ نبودیم ما کمونیسم روسی رو با مذهب شیعه قاطی کرده بودیم این به ما, ما خب طبعا کسی رو پیدا کرده بودیم و که چیز ما بود متناسب با ما بود من فکر می کنم نقد جزنی اگر شروع بشه نقد این کمونیسم متعصب شیعه است حالا شما حتما درست میگین که یه عده زیادی هستن که جزنی براشون بود نبود اما من فکر می کنم اگر نقد از به نظرات ب... ب... متوجه شدم شما به منظور چی ولی هنوز هم من نمیفهمم چرا باید بهش بگی عوام فریب سواد من البته عوام فریب گفتم به این دلیل که yeah. شما اگر به شیوهی که جزنی به کار برد توجه بکنین قشنگ متوجه میشین وقتی که فدایی رفتن زندان بچه که تئوریک بودن به نسبت بقیه کشته شدن اونایی که موندن کسانی بودن که مایه تئوریک نشدن خودشون اینو نوشتن و در اشرت وقتی شروع شد وقتی که از اوین همه آمدن جزنی نایمد نظرات و نتایجی نظراتش به سراحت بگه جزنی ابتدا ماهرانه همراهی کرد با جریان و بعد به تدریج نظرات شما همون کاری که رهبری اکثریت یعنی فراغ نگهدار اینا کردن اینا گراش توده ای داشتن اما اینو به سراحت نگفتن بعد انقلاب با فضا همراه شدن بعد به تدریج ند. و بعد البته خودشون گفتن که ما از اولی نظرات توده رو داشتیم به نظر من اگر کسی یه نظریه داره باید اون رو بگه ام. و اگر این کار رو نکنه و از تاکتیک های از این دست استفاده کنه نوعی عوام فریبیه بی فرهنگ من نگفتم من گفتم که در زمینه اجازه بید فضایی که بر زندان حاکم بود و فضایی که بر چپ ایران دهه چهل و پنجاه حاکم بود فضایی بود که یک با فضایی بود که از رالیزم رالیزم سوسیالیستی استالین در می آمد این رابطه به ما نداشت یعنی رابطه داشت که ما پذیرفته بودیمش اما ما تولید کنندش نبودیم این فضا به بخش عظیمی از فرهنگ و دستاوردهای هنری ادبی رو منحط میدونست این چیزی که در اصطلاح طوریک اومده و مطرود میدونست و بایکوت میکرد شما توجه بکنید در ایران ادبیات و هنر اینا یه مارک داشتن منحد که این از منتقدی روسی گرفته بودن و خورده برجوازی و از این حرفا بنابراین من این, این رو میگم که این به غیر با فرهنگ سر تضاد داشت شما به فرهنگ و اشاره کردین که در واقع ما باید فرهنگ سازی بکنیم و در درجه اولویت قرار چرا فکر می‌کنین فرهنگ اولویت داره به مثلا کار سیاسی یا من نمیگم اولویت داره من میگم که تحول فرهنگی اگر رخ نده حالا همزمان یا متناسب یا همراه با تحول سیاسی در واقع ما رها نمیشیم از وضعیتی که داریم این وضعیتی که در ایران هست از یک فرهنگی برمیاد درسته از مناسبات اجتماعی اقتصادی سیاسی وضعیت بین المللی و تاریخ ما برمیاد اما عامل مهمی در این فرهنگ هست و اگر این فرهنگ به خصوص در روشن فکران که نقش رهبری رو به عهده میگیرن حالا چه رهبری فکری چه رهبری سیاسی متحول نشه به سوی یک فرهنگ غیر استبدادی همه جانبه نه اینکه فقط بگیم حقوق بشر و دموکراسی حقوق بشر و دموکراسی همین جمله مب است که الان همه میگن بلکه این نشون میده که ما در یک نقد, نقد نقد کردیم گذشته رو ببینید اروپا هم با نقد خودش از خودش رها شد رنسانس یعنی نقد گذشته اوکی ما باید فرهنگ خودمون رو نقد بکنیم همه عناصر معلفه های این فرهنگ رو بذاریم جلو آفتاب بیرحمانه بهش نگاه بکنیم و با نقد این عبور بکنیم از اینها اگر ما چون این تحولی رو حداقل در سطح روشن فکر و رهبران سیاسی نکنیم این دایره بسته استبداد انقلاب و شما که روشن فکر ایران این کارو نکرده و نمیکنه من فکر میکنم متاسفانه نه این این اینکه هیچ کس نکرده و نمیکنه اما بسیار به ندرت شما میبینید کسانی که به طور جدی اینکه مثلا به سیقه مجهول معمولا بگیم این اشتباه شد که یعنی ما توش نقش نداشتیم یا ما هم برخی اشتباهات صورت گرفته است که زمینه ها و دلایلی داشته است از این انشا پردازی ها اینا که نقد نیست نقد به مفهوم که مفهوم عناصر بگیریم مؤلفه ها رو بگیریم من فکر می کنم شاید یکی دو نفر بیشتر نکردن متاسف حالا شما آقای سرکوهی خب با تمام اون سابقه کار سیاسی و بعد اخیرا کار فرهنگی بیشتر و همینطور نقد به روشنفکری ایران شما خودتون در این زمینه چیکار کردید من کاری که کردم خب تا وقتی در ایران بودم میکوشیدم که نظرات متفاوتی که میتونه زمینه ساز نقد باشه حالا یا ترجمه کنم یا منتشر کنم یا کمک کنم تو مجله عادی یا خودم مثلا در زمینه هایی تا اونجا که در حد خودم از بنویسم و توی جمع مشورتی و اینا هم که خوب نظر میدادیم مثلا اساسنامه کانون ما از نو نوشتیم در اساسنامه کانون مثلا شما توجه بکنید ما در اساسنامه جدید کانون جمع مشورتی دفاع از مثلا ما دفاع از در زمینه مثلا زبان ها خلق قوم ما اومدیم گفتیم آقا این اساسنامه قبلی غلطه ما که حزب سیاسی نیستیم ما فقط از آموزش به زبان و چاپ به زبان مختلف دفاع میکنیم یا مثلا مخ... یه بندی داره منشور جدید کانون که من پیشنهاد کردم و تصویب شد این استش که کانون با قبلا فقط فقط راجع به آزادی بیان اینا بود با رسانه های تک صدایی و فرهنگ تک صدایی مخالف این به منشور اضافه شدی که بندهای منشور هست حالا در حد خودم در اینجا هم اوایلش بسیار امیدوارانه شروع کردم یه سری مقالات نوشتن در نقد فرهنگ و در نقد فرهنگی گذشته نظرات گذشته مهم این نیست که نقد من درست یا غلط شاید هم غلط باشه مهم اینه که ما نیاز به نقد داریم ما به پرسش نیاز داریم به پرسش در خودمون نه که فقط راجع به دیگران به اونا هم احتیاج داریم توجه به پرسش و توجه به نقد چیزی که من فکر کنم وظیفه من بود این بود که این نیاز به نقد رو برانگیزم اما شاید این هنوز اندکی شاید این نیاز خوب نیست شاید من عوضی دیدم شاید هم نمیدونم شما الان همون حرفایی که میزنین مقالاتی که مینویسین فکر میکنین در ایران مخاطب داره یعنی مخاطب در ایران در داره. ایران داشتی در چطور میدونین که داره برای که تماس میگیرن تلفن میزنن نامه میاد می ایمیل میزنن اتفاقا خیلی جالبه، برای خود من حتی عجیبه که چرا اینقدر در داخل کشور با واکنش مثبت و نه اینکه همش مثبت اما گراژ و خیلی با چیز روبرو میشه این نقدها و در خارج از کشور نه شاید یکی از که در خارج کشور یه ده متولی هم زندگی میکنن که متولی امامزاده های قدیمی و ایران و خب متولی با حرمت امامزاده رو نگه داره و خب یه ده به نام این چهره یا اون چهره یا این عقیده یا اون عقیده, یا اون عقیده نان می اما در داخل کشور بخوز من بیشتر واکنش مثبت دیدم و زیادم دیدم نمی‌دونم نمیدونم شاید هم یکی دلالش است که اونا متولی نیستن و بعدم شما وقتی در عرصه ببینید وقتی آدم تبعید میشه آدم از تاریخ بیرون پرت میکنن این شوخی هم نداره شما به عنوان فعال سیاسی پرت میشی از اون مرکز حادثه بیرون حالا فقط دیگه میتونی پشتیبانی کنی دیگه بقیه حرفام بی خودی میزنن جز پشتیبانی کاری از دستت بر نمیاد پشتیبانی تبلیغات غیره غیر. به عنوان روزنامه‌نی نویسندهم وقتی پرت میکنن بیرون اگر جوان باشی در سن 14-15 سالگی میتونی زبان یاد بگیری به این زبان بنویسی و خودت در متن جامعه اینا جا کنی اگر پیر باشی و نتونی زبان رو در حدی که بنویسی کتاب ادبیات بنویسی منظور نه که حرف بزنی اون وقت شما نمیتونی بری تو متن این جامعه از جامعه خودم از تاریخ به بیرون پرچ خبر داری اینترنت و اینا ما هم به اندازه اون داخل کشورن خبر اما خبر داشتن با حضور مستقیم فعال فیزیکی داشتن فرق میکنه در این حال هم, این هم توجه کنید که رو روشن فکران ما دو چهار مشکل بی مخاطبی است وقتی تیراج کتاب هزار هزار تا تا این یعنی ما اپوزیسیون هم دوچاره هر همه فراخانه هایی که اپوزیسیون داده تا حالا یکیش من ندیدم که بیشتر دو هزار نفر آدم جلب بکنه یعنی اپوزیسیون یک لایه از جامعه نداره که بالفعل از حمایت بکنه اینکه دو اپوزیسیون نمیشه که ما مشکل ما این است تو این مشکل حالا ما در داخل کشور هم چهار مشکل مخاطب بسی و مشکل ارتباط بعد اینو پرتتان میکنن بیرون مضافه شما از تاریخ دو. به بیرون پرت میشید بنابراین من رو بگم اون کار که من میتوزم داخل کشور بکنم نه خب نمیکنم بح... برای همین بده این وقایع اخیر بعد از انتخابات دهمین ده ریاست جمهوری ایران فکر میکنین که این روی این روشنفکری ایران چه تاثیر اصلا روشنفکری نقشی داشت در اون وقت که من بگم باز مشکل ایجاد میشه ببینید من تصف... نقش مرادتون چیه نقش موثری که یک لایه های از جامعه رو نه به هر حال شما گفتید روشن نقش راهبری راه کننده داره روشن دینی این... اوکی روشن روشن فکری دینی که چرا یک سر ماجراست اما روشن غیر دینی من منظورم دی غیر دینی من منظورم دی غیر دینیه که شما نماینده به نوعی نماینده اش هستید یا یکی از, از اون هستید من تصور می کنم شوخی اگر کسانی این گمان رو بکنن که ببینین حمایت بالفعل مردم نشون داده میشه یه جوری نمودهاش میاد هم اپوزیسیون به معنای اپوزیسیونی که خواهان دموکراسی و اینی که این چارچوب دموکراسی باشه و یعنی جز جناهای حکومتی نیست هم روشنفکران در نقش پیاده نظام حامی بودند بنده هم حمایت میکنم اما در نقشی که باید باشن نه 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 تاثیری نشن برای که کو کجا حالا باید یک سوال خیلی خیلی وقت بود تقریبا تموم شده به نظر نمی رسه که روشن فکر لایک ایرانی در واقع همیشه در خارج نشسته و نگاه میکنه به جامعه اش به نوعی جامعه برای کار خودشون میکنه نمونه اخیرم همینه یعنی خب جامعه رو به اضافه اینکه اصلا رهبری این جریان هم خیلی طبیعی به دست روشنفکری حق اوناست حق اوناست, اوناست که اصلا ببینیم رهبری وقتی شما به دست میاری که لایه های بزرگی از جامعه حتی اینا حاضر نیستن خواسته های روشن لایک رو در برنامه‌شون بگنجونن منم بودم حاضر نبودم چرا برای که روشن فکر نیروی, نیروی نداره آخه شما بر اساس رو روشنفکریه. ایران روشنفکری غیر مذهبی ایران نه ضد مذهبی غیر مذهبی ایران تبعید شده از جامعه یک حد محدودی ببینید دو سه هزار نفر خواننده داره ده یه تعدادی دیگری هم هوادار داره اما اینها در برابر این سیل میلیونی که راه میندازن تاثیر و نفوذی نداره و من فکر می کنم که اگه خودش رو نقد نکنه و راه نشه از این وضعیتی که هست بخشش به اون مردم بخشش به مردم بخشش به نداشتن امکانات البته حکومت بهش اجازه نمیده بنابراین سه عامل حکومت اجازه نمیده مردم نمیخوانش خودش هم از این وضعیت راه نشده حل نمیشه وضعیت بسیار خیلی متشکرم فرانسه شرکتتون شرکتون در برنامه به دیگه ممنون